به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. السلام علیکم دوستان عزیز، سرول به کانال ما خوش آمدید. امروز قصه ای هست در موضوع یعنی حلاوت نمازخانه. کسی که حلاوت نمازخانه را دریافته است، او دیگر نمی خواهد که آن چیز را به دیگر چیز عوض کند. خلاصه این قصه ما در همین موضوع بحث میکند. من خواستم به شما رسانم. میگویند مردی بود در راه میرفت و در راه زنی را میبیند عورت پوش، و همان دم شمال روی مال زن را بیجا میکند و از همان دم سر کرده مرد عاشق همان زن میشود. مرد به خانه میآید و بر مادرش حادثه را نقل میکند و از مادرش خواهش میکند که به خواستگاری رود. مادرش خواستگاری میرود و به همان خانه که همان زن زندگی میکند و به آن زن حادثه را نقل میکند و میگوید که من برای خواستگاری آمدم. زن در جواب میگوید من شوهر دارم. مادر عجب حیران می شود و مادر بی سخنی می خیزد و به پیش پسرش می آید. می گوید پسرم تو عجب کاری کردی، اون زن شوهر داشته است. و پسر با مادرش می گوید مادر باز رو و به همان زن بگوی که از شوهر خود جدا شود و به نکاح من در آید. خلاصه مادر را راضی میکند و مادر باز به خانه همان زن رفته به زن حادثه را نقل میکند و زن باشد میگوید من فقط یک شرط دارم. شرطی من همان است که پسری شما پیش از آن که با من خانه‌دار شود باید 40 روز بی ایست عبادت کند. خلاصه این خبر را گرفته مادر به خانه می آید و به پسرش می رساند. پسر که عاشق بود راضی می شود و سله را بسر کرده به مسجد می رود و پسر طول 40 روز به ایست عبادت می کند، بسیار سجده می کند. شاید این گفته هایی که در قصه آوردند دیدنی دارد و گفتنی ندارد. من هم به همین طرز به شما میرسانم. و بعد از 40 روز عبادت مادرش خوراک گرفته به پیش فرزندش میرود و مادر میگوید پسرم خیز اکنون تو به آرزویت میرسی، اکنون به خواستگاری میرویم. و پسر در جواب میگوید مادر جان من در دوام 40 روز چونین عشقی را دیدم که این را نباید به چیزی عوض کرد و به فکر من از این عشق دیده دیگر عشق زیباتر نیست. و مادر میگوید من اکنون به آن زن چی میگویم؟ پسر میگوید مادر برو بگوی که او معشوقه دیگر یافت. دوستان عزیز، جهانی سپاس برای آن که وقت خود را دریغ نداشته با ما بوده. اگر از این قصه حسی برداشتید ما بسیار خرسندیم.